خبر، هنر، فرهنگ، کتاب، شعر، موسیقی، طنز، سیاست. در برنامه از هر دری سخنی، تهیه و اجرا هلن. از هر دری سخنی. خب خانم هلن عزیز، درود فراوان بر شما و بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید. سپاسگزارم. منم درودی دارم خدمت شما و خدمت همه هممیهنان و همزبانان عزیز. خانم، تعطیلات خوش گذشت؟ بله، خیلی خوب. خیلی عالی بود. شنیدم مهمونداری کردین. درست. بله، مهمون خیلی خوش گذشت. بسیار عالی. بسیار عالی. هوا هم همراهی مهمون کرد. مهمون حبیب خداست. بله. چند روز ولی؟ از البته مهمون رو شما کاری ندارم. بله. خدای نکرده. آره، نه، از پنجشنبه من مهمون داشتم. پنجشنبه. من مادر بزرگم میگم مهمون حبیب خداست، هم چند ساعت اول. نه، اتفاقا من نمیدونم، یک چیزی دارم، خانواده‌ام هم میدونن آقای آزادی. من اگر 40 درجه تب داشته باشم، همین که یکی زنگ در زد انگار یه مسکن قوی. مثل آسپرین. سر حال میشم. آره. و بعد خب وقتی هم که کسایی باش که آدم دوستشون داره دیگه خیلی بیشتر طبیعتاً. ولی من نه، من مهمون خیلی دوست دارم. آره. هوای خوبم که لذت بردین دیگه. اصلا دیگه خانوم دیگه حسابی هوا می همکاری کرد و جاتون خالی بود و باید بدیدین ما. خب پس من به خدمت خانواده خانم هلن عزیز بگم این هفته هم هوا خوبه، همه خونه خانم هلن عزیز. همه بیان دوباره. همه تشریف بیارید. می‌خواستم یه چیزی بگم آقای عزیزی. من همیشه صحبت که میکنم میگم بیاین ما بساط، منظور من بساط یعنی بساط کبابه. ناره دیگه. بعد یه بار آلمان بودم، به یکی از آقایون ایرانی دوست خواهرم بود، گفتم تشریف بیارین سوئد، اونجا ما بساط برای شما میذاریم. گفت نه خانم، خواهش میکنم به من از این، من اصلا اهلش نیستم. بعد من دیدم خیلی یه جوری. بعد گفتم آقای محترم، منظور اصلا من توی به قول ببخشید ایرانی که میگم تو باغ نبودم. بعد گفت نه خانم، من حتی سیگارم نمیکشم. بعد تازه فهمیدم، گفتم شما، من میگم بساط کباب، من نه خودم سیگاری ام، نه همسرم، نه زن. آره خلاص، حالا داشتم همینی میگفتم، دوباره فهمیدم که ندارم اشتباه میگم. کره کوبیده اصلا ما کوبیده و بره و جوجه و خلاصه هر کی میخواد ولکمنه. خداییش خوشمزه است، مخصوصا که هوا هم خوب باشه. آره دیگه اصلا دیگه بعدم که میدونی ما بختیاری یا استاد کباب بختیاری. او که بختیار کدوم میشه؟ اون گوشت تیکه تیکه ها، گوشت تیکه، پیاز، چیز پیاز هست باشم، فلفل و هر چی که دستت برسه. خانم خیلی خوش باشه. خلاص. آره خدایش از گوشت خوب استفاده باور کنی آقای آزادی، یکی از غذاهای ملی طایفه ما بکبابه. یعنی شما اگه مثلا خونه کسی میرفتین یا یه کسی خیلی آدم همچین مطرحی میمد خونه تو، برنج خورش جلوش میذاشین، توهین بود. باید کباب باشه. آره برای همین شما خوش ذوقی هستین والا بخورید. خیلی برای آدمی که نه، من کباب بختیاری رو همیشه تو رستوران تو ایران میشنیدم اسمشو، ولی عاشق کباب برگ و اینا بودم. بعد یه بار تو جاده‌ای که از طرف کردستان آدم به طرف ارومیه آدم میخواست بره، من اونجا یه جایی وسط راه وایسادم، طرف گفتش که کباب بختیاری میخوای، گفتم آره. اوورد وای چکوشت. حالا تازه اونا مثلا بلد نیستن چاپ میکنن، چه میدونم، نه تقلب که نه، یعنی کپی میکنن. کپی میکنن آره. ولی اگه بری خود مقرش دیگه هیچ. مقرش کجاست؟ تمام قسمت هایی که لرستان منظورتون؟ نه نه، چهارمحال بختیاری، ها جنوب خوزستان، نه چهارمحال بختیاری اصفهان، به اضافه سمت تمام خوزستان، یعنی خوزستان از اهواز به سمت ایزه، مسجد سلیمان، اینا همه کلسترول خونشون بالاست. نه اتفاقا کباب همه خوشه ایکل و سرفور. جدی؟ مگه راست میگه اون کباب کوبیده و اینا اسم میبره؟ نه کباب شوخی میکنم، نه کباب برگ و اینا اصلا چیزه. ولی نه کباب زیاد مصرف، یعنی غذای اصلیشونه دیگه. خوشحال میشم. من یادم وقتی که خانای از طایفه‌های مختلف میمدن، هرگز ما برنج خورش نداشتیم، فقط کباب بود. بعد یه موقعم که من اینقدر تعداد زیاد بود، من یادم اون موقع منقل کوچیک بود، پدرم فرغون می آورد، زغال می ریخت تو فرغون، تو فرغون کباب می کرد. اصلا حساب که 7 تا 8 تا گوسفند، نه که یه سیخ دو سیخ. یعنی چون مهمونم یکی دو تا بود. زیاد بعد همه هم می اومدن برای دیدن اونا، خلاص یک برنامه به پا بود. ولی کیفی هم داشت مهمونیای بزرگا. آره. تو باغ و اونا. آره. اینا واقعا تو آپارتمان نشستیم دیگه دلمون گرفت. بعدم جالب اینجاست که کباب غذای آقایونه، یعنی آقایون درستش میکنن. بعد من یادمه مامانم اینقدر خوشحال بود، چون میدونست که اینا میان کبابه دیگه، فقط مثلا مسئول چایی بود و شیرینی و چیزا. آره ولی غذا کار آقایون بود، مخصوصا پسرای جوون و یه چند تا از آقایونی که مسن بودن و وارد بودن. آخه. ولی واقعا یادش بخیر. یادش بخیر.
خب خانم من اول برنامه گفتم دو سه روز ما نبودیم، چه قیامتی شد تو این دنیا. بله شما بله چه خبر بله دنیا؟ ببین شما یه چند روز نبودین چقدر اتفاق افتاد آقا. چه بساتی چش شما رو دور دیدن. خب آره. خب شروع میکنیم با اداره ثبت احوال کشور که آقایی هستش به نام آقای محسن کرمی، اعلام کرده این معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور. چه اتیکتای برای خودشون میذارن؟ خب یه بار دیگه بگیم معاون چیه اسم؟ معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال. خب اصلا ثبت احوال یعنی هویت، حالا چرا اینو آوردن؟ میگم جمهوری اسلامی استاد برای این اتیکت دادن. خب گفته هر کدام از بانوان، خب ببینید دهه فاطمیه بود، بعدم روز یک شنبه تولد، روز تولد چه روز مادر بود ببخشید، به خاطر که روز تولد حضرت فاطمه بوده کردنش روز مادر. خلاصه اینا به این منظوری آقا اومده گفته هر کدام از بانوان که تمایل دارن نام خود را به فاطمه یا زهرا تغییر دهن، از ولادت حضرت فاطمه زهرا صلی الله تا رجب 13، یعنی 13 هم رجب، این تغییر نام با کمترین تشریفات اداری تخفیف میدن. آره. یعنی اگر بیاین سریع آقا دو روزه یا فاطمه میشین یا زهرا میشین، بدو این که ارزون کردن. آقای محسن کرمی دو همچنین گفت ما همکنون 6,600,000 سیده داریم، یعنی خانمایی که به اصطلاح سیده چدم از خانواده پیامبر. آره 6 میلیون تا 6,600,000 تقریبا 1/10 تا 1/11 کشور. آره بعد گفته بیشترین به اصطلاح این سیده ها و سید و سیده ها، البته سیده منظورش اینجا بوده خانما، در استان مازندران، یزد و کهگیلوی بویراحمده. وی گفت هدف، حالا بهش گفتن هدفتون چیه، چرا براتون مهمه، گفته هدف ما اینه که ایران اسلامی ما نامهای قدسی بیشتری را به این خانواده ترویج بدن و کمتر از اسامی غیر اسلامی استفاده بشه. که حالا نمیدونم تا چقدر استقبال میشه. برجت بیشتری نام خانوادگی رو اعلام کردم، بیشتری نام خانوادگی در کشور ما، در میهن ما، اکبری، محمدی، محمد بیا حسینی و احمدی، این ستا در صدر قرار داشتن، محمدی، حسینی و احمدی، که خب طبیعتا هم میشه حد زد چرا. یک خانم ایرانی هم نمیدونم حتما شنیدین تو این چند روز، خانمی به نام خانم مونا جراحی، ایشون به عنوان بهترین یکی از 120 جوان محقق اینا رو کاخ سفید میاد انتخاب میکنه. خب که اینا از جوانترین نیروهای هستن که در امریکا به کشف و تحقیقات و در امریکا رو آره، در امریکا ساره. از این 120 جوان که از کشور چین بوده، ژاپن بوده، کره بوده، همه جای دنیا، از بین تمام اینا همینجوری مثلا 30 تا میشن، 50 تا میشن، 30 تا میشن، 20 تا میشن، خلاصه یک دونه انتخاب میشه که به عنوان بهترین پژوهشگر، که پژوهش خودش هم در مورد در موارد پزشکی انجام داده، حالا یه اسم و اسامی داره که من حضور ذهن ندارم، ولی این خانم مونا جراحی به عنوان بهترین محقق در کل امریکا شناخته شده و جایزه هم از دست آقای اوباما گرفته، که جای تبریک و تهنیت داره برای این خانم هم میهن ما که اینقدر لیاقت کاریش بالا بوده. کشور ما متاسفانه باز من شنیدم که توی ایران کسایی که سگ دارن توی اتومبیلاشون نمیتونن، یعنی باید قایمش کنن یا مثلا یه چیزی بندازن روش از محلی که چی محلی که این نیروهای انتظامی سپاه و این چیزا هستش، نه ارتش نه، اینا باید این حیونا رو حیونی قایم کنن یا یه چیز بزن روش اینا، دست اون حیونا باید آره. حیونا رو باید قایم. من یکی از دوستام اونا که جانورن آقای آزادی، واقعا توهین به حیونا اگه بگی این اینا حیونن، اینایی که تو جمهوری اسلامی این کارا رو میکنن اینا جانورن، اینا حیونی نیستن، چون حیون قابل احترامه. یکی از دوستای من ایران مامانش سگ داره، میگفت ما به هر این گروه که میرسیدیم این جانورا به سگی یاد داده بودیم، پلیس سگ خودش میخوابید، یعنی خودش قایم میکرد دیگه، یاد گرفته بود الهی. آره بعد ببینید این یک کشوری ایران که ما یک همچین تمدن و تاریخی داشتیم، حالا کنار، مگه مصر مسلمون نیست؟ مگه حزب الله هم نیستن؟ مگه افراطی هم نیستن؟ مگر اخوان و مسلمین و چه من اینا اونجا حکومت نمیکنن؟ یا مگه همه آقای مرسی که جز فاشیست ترین اسلامی ها بود با اون گروه اطرافیانش، همین کشور مصر اومده یک مرکز حمایت از حیوانات مخصوص سگها، حالا حیوانات حالا به خصوص سگها درست کرده، که این گزارش رو من خودم دیدم آقای آزادی، چند تا از خانمایی که اونجا کار میکنن محجبه کاملا، در حالی که ما خیلی از با قول ببخشید سرخاب ماتیکیامون هم دست به سگ نمیزنن، میگن نجسه. دقیقاً اینا محجبه کامل بودن
و غذا به اینا میدادن، نوازششون میکردن. و اینا میگه بلافاصله ما سگایی که بیرون ولگردن میگیریم میاریم اینجا عکس برداری میکنیم ببینیم آسیبی ندیده باشن، آزمایش خون میگیریم، خلاصه آمپولای به اصطلاح چیز بهشون میزنن، واکسن، ببخشید آمپولن، واکسن بهشون میزنن و بعد اینا رو در اون مرکز نگه میدارن و بعد اینا رو به قولن به دیگرانی که میخوان ادپترا میکنن، چه میدارن میدن و میره. و این برای من خیلی جالب بود که مصر یه کشوری اسلامی که این هم شدت افکار اسلامی در اونجا قویه، یه همچی کاری میکنه ولی توی کشور آریایی ما بایستی یک دختر یا پسر یا مرد زن فرقی نمیکنه که با سگش میری بیرون باید بدنش بلرزه که این سگ بیچاره رو الان نگیرم ببرم و بکشم. حالا میخوام از یه پسری به شما بگم که قهر کرده، گاهی اوقات قهرها چقدر بد میشه. یه پسر بچه 16 ساله با باباش و مامانش دعواش میشه، قهر میکنه. این پسر خود سرپا میشه میاد میره نزدیک فرودگاه، گویا زندگی میکرده، میره توی فرودگاه و یواشکی وارد فرودگاه میشه. خب هواپیمایی که اونجا بوده آماده بوده که پرواز کنه از اون دریچه که چرخا تو میره، آره مال آمریکا رو داریم میبینیم، آره این از کالیفرنیا به قصد هوایی تصمیم داشته پرواز کنه. این پسر 16 ساله میره توی اون بهش میگن چاه چرخ، من نمیدارم همون قسمت برای چرخ، آره درست که چرخا جمع میشه، میره اونجا خودش قایم میکنه، خلاص هواپیما حرکت میکنه و چرخا جمع میشه و میره. میگن این هواپیما وقتی به 10000 پایی میرسه میشه 10000 متری، 10000 پا یا متر وقتی صعود میکنه چیز میکنه پرواز میکنه 32000 پایی میشه که میشه 10 کیلومتر تقریبا، آره حالا به هر جهت میگن، یعنی از 10000 تا که رد شد حرارتش وحشتناک میشه به لحاظ سرما و بعد زمانی که به 38000 تا رسیده، به 38000 پایی مثل که یا متری یا هر چی آقای آزاد میگه، آره میگه حرارت اونجا رسیده بوده به -80، یعنی برودتش یعنی وحشتناکه. این پروازم 5 ساعت طول کشیده، زمانی که پرواز میرسه به هوایی و پیاده میشن میبینن این پسر اونجاست و از شدت این به صورت تغییرات جوی بیهوش میشه. بعد اف بی آی و اینا خب پیداش میکنن و پزشکا میان، اینا همه متعجبن که اولا این چجور نمرده، چجور زنده مونده، آره چون زیر 80 -80 خیلیه. و بعد یکی این که در اون به صلاح فاصله از زمین در اونجا اکسیژن نیست، آره به هر جهت این بیهوش شده و خلاصه تونستن نجاتش بدن و الان هم سرحاله و هیچ مشکلی هم نداره. اما هنوز یک جای تعجب برای پزشکاست و برای پلیس که چجور این آقا پسر زنده مونده. دقیقا. حالا این تا خودش باشه دیگه قهر نکنه، آخه مرد حسابی قهر کردی کافتریای کتاب خونه چجوری رفته خوشو تو چرخ، آره بعد اتفاقا سوالم همینه، الان اف بی آی وحشتناک راجم چرا یک پسر بچه بتونه اینقدر راحت و آزاد بتونه خودشو برسونه دقیقا. فکر کنم مثلا یک تروریست بود، فکر کنم مثلا یک کیسه بود، بمب میذاشتن، چرا کیفی بود میذاشتن اونجا میرفت. برای همین الان هم خود کارکنان فرودگاه و اون کامراهایی که اونجا رو چک میکنن بسیار زیر سوال رفتن. ولی برجد میگم بعضی اوقات این جوانای امروزی، بابا ما پدر و مادرم دوام که میرفتیم تو اتاق صدامون هم در نمیاد، تازه اونا طلبکارم بودن، بعدم باید میگفتیم ببخشید دستشون هم میبوسیدیم. ولی این جوانای امروزی عجبا، نه اصلا خیلی منم وقتی که شنیدم اصلا باور نکردنی بودیم، من چون قشنگ خشک باد بشه دقیقاً 60 70 درجه بعد 5 ساعت آقای آزادی، 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت 1 ساعت و 5 ساعت، ولی واقعا یک اینا رو میگن معجزه، خدا بهشام واقعا. ببین میگن در یک گزارش خوندم جالب بود، نوشته که در پدیده‌ای بسیار نادر، اینا فکر کنم آخر زمان، البته در پدیده‌ای بسیار نادر در شهرستان محلات که در شرق استان مرکزی و شهرستان عراق قرار دارد، بز ماده‌ای به شکل دوقلو یا دوقلو زاییده و از هم کرده که یکیش بز یکیش بررست، شما میتونی باور کنی؟ عکساش هم زدن، یکی بز یکی بره، آره بعد خود مادر بزه. خانم میگن پسر کو ندارد نشان از پدر بدان مادرش رفته روزی دادن، هیچ آره. حالا همین آخه مثلا همین میگن به جای این که بعد کشور ما به جای که به تحقیقات علمی صورت بده، اگه یه کشور دیگه بود یه بز چجوری بره میزاد یا چجوری یه دوقلو، بعد اگر مثلا فقط هم بره رو میزایید خب میگفتیم خب با یه بره به اصطلاح تماس جنسی داشته، ولی وقتی یه دوقلو میشه بعد یکیش بز یکی خب بره، خب چیکار کردن تو ایران؟ آره هیچی، گذاشتنش آقا این گرفتن تو بغل، این
مثلا یه چیز همچین تبلیغاتی، کشاورزه خوشحال، مردم خوشحال، همه بیستن پشتش عکس گرفتن. بابا اینه ببرین به لحاظ علمی یک، این یکی از عجایب هفتگانه است. شما سوردی اعدامش نکردن چه چیزایی میگین؟ البته بماند که مردم بسیار خوشذوق ما چه کامنتارهایی نوشتن، حالا اونا اصلا جای گفتن نیست، ولی خلاصه خیلی راحت در کنار این مسئله رد شدن و فقط با همین عکس گرفتن و شوخی و این صحبت ها کار رو تموم کردن. و یه دم اینجوری نمیشه، مثلا بوزه دو تا شوهر داشته، حتی اگه اینم باشه باز به لحاظ طبیعت همچی چیزی امکان نداره. ولی خلاصه الانم بعد یه عده دیگه جالب آقای آزادی نمیشن این بوز زنای محسنه کرده باید اعدام بشه. دارم میگم این اصلا آره. بعد یه عده میگن نه دو تا سیغه شده بوده. خلاصه میگم متاسفانه البته جای خوشحالیه، ملت سعی میکنن از این طریق نشون بدن که افکار این آخونده نه، آخه این سیغه و این زنای محسنه یه مش حرفای پیش پا افتاده خیلی قهقرایی بچگانه است و اینا سعی میکنن البته اینجوری، ولی آرزو میکردم که لاقل مملکت ما اینو به لحاظ علمی پیگیری میکرد، لاقل یه چیزی ما هم تو دنیا داشته باشیم بگیم. خلاصه آقای پور محمدی، مصطفی پور محمدی که معرف حضور همه شما هست، بله، وزیر آقای دادگستری، ایشون البته اینو بگم یه چیز کوتاهی درباره همین آقای مصطفی پور محمدی که شده الان آقای کلید به دست آقای روحانی که خیلی هم دم از انسانیت میزنه، ایشونی کرده وزیر دادگستری. ایشون از جمله کسانی بود که در زمانی که اون آقای خمینی زنده بود، این آقا یکی از اون کسایی بود که رفت سال 68 تو زندانای ما جوانای ما رو پرسید آیا شما مسلمان هستین، آیا به دین اسلام و قرآن اعتقاد داری، این گفتن آره، میکرد این ور، این میگفتن نه اون ور، که همون فاجعه 68 رو همین آقای پور محمدی یکی از کنندگان کار بود که الان ایشون شده رئیس وزیر دادگستری ما، یعنی داد و داره میگسترانه دیگه بفهمین. آره ایشون اومده در سال جدید 93 که الان امروز فکر کنم دوم اردی بهشتیم، یک چیز داده بیرون که مبنی بر این که نرخ دیه رو بردن بالا، مبلغ دیه در سال 93 به 150 میلیون تومان رسیده. ایشون گفته که در ماه محرم دیه 30% افزایش پیدا میکنه، یعنی مثلا اگر به سلامت. آره حالا کسی که بعد جالب اینجاست که بازم برای این خیلی کامنتار در آقای آزادی میگه مرد زنه، خب اینم که میدونید دیه شامل آقایونه، خانوما که هیچ، آقا برو دنبال کارت، هیچ، خانوما که سه تاش دو تاش بمیره پول یکیه، تازه اونم اگر بگیرن، اگر اعدام بزنن بر اون طرف. خلاص الان زنایی که شوهراشون دوست ندارن آرزو میکنن که برن بیرون یه جنگی جدالی دعوای بعدم مخصوصا تو ما محرم باشه، 30% هم اضافی میگیرن. خلاص اینم که از بابت آقای محمدی، پور محمدی، که این همچین به اصطلاح دیه رو، قیمت دیه رو برده بالا و جای بسی خجالت واقعا. خب مگه میشه مثلا یعنی چی، مگه اینو خود اینا تصمیم میگیرن چقدر قیمتش؟ بله بله. خب ببین اینا میدونی که مثل خمس و زکات دیگه، مثلا خمس و زکات رو اینا میتونن تغییر، خب ببین اینا آخون همه کار میتونه بکنه، همه کاری میتونه بکنه، یعنی حتی میتونه خدا رو هم نف کنه، میتونه خدا رو دوقلو کنه، میتونه هر کاری دوست داره. مثلا حالا حساب کردن تخم مرغ گرون، شیر و شکر و گوشت گرون، دیگه رو هم بردن بالا و متاسفم که این دیگه همونیه که آدم یکی یکی میکشه. بله بعد پول خون، پول خون میشه دیگه. آره که البته میگم این شامل خانم‌ها نمیشه، وگر نه فکر می‌کنم نصف جمعیت زن ایران که زن بود همه فردا به نوعی تمام. چون میدونی که هندوستان زن کم آورده که میدونی که نه نمیدونستم ولی میتونم بفهمم. البته میگن چینم در 10 سال آینده کم بوده زن داره. نه اصلا یکی از بدترین اتفاقاتی که در خب الان سال هاست، یعنی یه سال و دو سال همین سال هاست در هندوستان میفته، اینا میرن کنار خیابون دستگاه سونوگرافی هست، دختر زنایی که باردار میشن درجا طرف نشسته و یا رو پیپ دو پرونه ازش میگیره و بچه کم میگه دختره، اینا درجا میرن میندازن، مثل یکم اون پشت نشسته یه مشی توش کم دختره میزن. و الان کار به جایی رسیده که تعداد دخترها و زنهایی که بخوان ازدواج کنن کم شده اصلا. و الان تمام اخبار رادیو آمریکا امروز در موردش صحبت میکرد و حالا برای اینکه اینا مثلا مردایی که خب تن فروشا رو میخرن و اینا دختری وجود نداره و بخوان مقدار تجاوز و کم بشه و فلان مثلا اینا بشه، آدم و زن وارد میکنن از کشورهای دیگه میارن. آره خب اینم میدونی علتش فقره، چون میدونی در هندوستان رسم برای اینکه دختر نه تنها جهیزی باید ببره بلکه حتی خرج عروسیش هم. دقیقاً کلی طلا و اینا آره، باید بده، خرج عروسی پدر رو عروس. تمام اون ریز و بپاشا همه از پدر دختره، برای همین خب خانواده نداره طبیعتاً، به خاطر متاسفانه به خاطر فقره. ولی جای تاسف، اما چین هم
به خاطر مثلا همین تک فرزندی و بعد به خاطر اینکه خب یه سری حالا چین شاید به فقرش مثل هندوستان نیست، اما به خاطر همین جمعیت زیاد و این ممنوعیت به اصطلاح داشتن فرزند بیشتر. و بعد خب طبیعتا اگه یادتون باشه سالهای پیش دخترها رو با پاهاشون میبستن و کلی دختر رو اذیت میکنن، این متاسفانه این باعث شد که رشد دخترها هم در اونجا کند بشه، یعنی داشتن دختر و یا زاییدن دختر یا هرچی. میگن تا 10 سال آینده چین هم دختر کم میاره. گفتم که امیدوارم آخوند کم میورد که ما صادر میکردیم، یه ذره راحت میشدیم، والله این ملت یه نفسی میکشیدن. حالا راجب دختر صحبت کردیم، میگه در سال گذشته یک گزارش رو من خوندم جدیدن که نوشته که 32,000 دختر ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کردن، یعنی که البته مثلا خارجی که میگه منظورش افغانستان و پاکستان و عراق هستش. آقای هستش به نام عزیز کاظمی، مدیر کل اتباع خارجی کشور، اعلام کرد که با اعلام آمار ازدواج بین دختران ایرانی و اتباع خارجی در مورد وضعیت فرزندان حاصل از این ازدواج گفت. چون یادتون باشه اینا به بچه‌هایی که پدرای افغانی داشتن شناسنامه نمیدادن، حتی نمیذاشتن اینا مدرسه برن. گفته که اگر ازدواج بین آنها مجاز باشد و فرزندان این زوجها حق رفتن به مدرسه رو خواهند داشت و تا 18 سالگی هم از حق خدمات آموزشی برخوردار خواهند بود. همچنین میگه خدمات آموزشی فیلم کنه سوئده، بدبخت شهریه رو باید بده، خودش دفتر کتابه بخره، به چه خدماتیه؟ آره. بعد گفته که اگر ازدواج بین آنها مجاز، اینا که هر سه کشور اسلامی هم هستن، دینشون هم مسلمونه، یعنی ازدواج مجاز نباشه یعنی چی؟ من فکر می‌کنم شاید منظورش صیغه است، ولی خب شما صیغه رو هم آزاد کردید. آره برجد 32,000 دختر ایرانی با کشورهای با آقایونی که از کشور افغانستان، پاکستان و عراق بودن ازدواج کردن. بعد این در ادامه این بیه چند تا بسیار موردهای ازدواج برخورد کردم که دیدم بی همچین صفا و معنی نیست که بگین، به شما بگیم که بدونین که آقا جان وقتی دل جای خوبی نشسته نشسته. یک پیرمرد 87 ساله در گناباد، که گناباد یک شهری در فاصلش 300 کیلومتری جنوب مشهد قرار داره، این پیرمرد 87 ساله 4 سال پیش خانمش میمیره، یعنی 83 سالش بوده، اینو میبرن میذارنش توی یه خانه سالمندان، با یک خانمی به نام خدیجه خانم 62 ساله آشنا میشه و آقا میگه من این خانمی میخوام، با هم هم ازدواج میکنن، مهریهشون هم یک جلد کلام مولا مجید یک شاخ گل. خب آره خلاص اینا با هم ازدواج میکنن و تمامی کسایی که تو خانه سالمندان بودن شاهد این ازدواج و بزن و بکوب و جشنش بودن و آفرین. اینو میگن مرد حسابی 87 سالشه. بعد جالب اینجاست که خیلی از ایرانی ها که به 50 که میرسن خانم مافوف نشسته اونجا داره میخوره، کاری هم نداره، باشه بالاخره میتونست بگه حالا من که دیگه مردم 87 سالمه بیچاره. از نظر روحیه میگه. آره از نظر روحی میگم بجد. آره خلاصه این جای خوشحالی داره، 87 سال به فکر این افتاد. حالا خانم 62 سال خوب بود، زیاد نیست، ولی 80 مگه اون یکی نبود آقای 80 خورده 90 سالش بود که با یه دختر خانم 30 آره. خورده بچه دار شده یه بچه. آره عکسش هم فقط دیدم تو چیز خودم گزارشش گفتم. بعد به این حالا خب این ازدواج یه مقدار چون مرد سنش بالاست یه ذره مثلا خب خیلی فکر میکنن خب برای چی شه دیگه، که دیگه رو به قبله است دیگه، حالا بی خیال آقا. ولی آفرین آفرین که این دل دماغش داشت. ولی یه ازدواج عجیب دیگه بود که خوندم، یک دختر 22 ساله با یک مرد 92 ساله عراقی، این تو عراق اتفاق افتاده و به این حالا داشتم به این فکر میگم آیا میشه به این زوج گفت به پای هم پیرشیم؟ معمولا ما ایرانی تکه کلاما رو داریم که میگیم به پای هم پیرشیم. مرد 92 سال دختر 22 سال، 70 سال تفاوت سن، واقعا این از عجایبه. یک خانمی هم که 188 سانت قدش بوده با یک مرد فقط 80 سانتی ازدواج کرده و گفتن ازش پرسیدن که خانم تو 188 این مرد 80 شما 1.8 متر از این آقا بلندتری، آیا این مثلا برای شما عجیب؟ میگه نه ما عاشق شدیم، عشق بینمون هست و عشق هم قد و قواره نمیشناسه. حالا قضاوتش با شماست، ولی من فکر میکنم ام اولش، ولی بعدش عشق قد و قواره رو میشناسه. نه ولی آخه مگه میشه؟ باور کن نمیدونه قبوله نمیدونه. آره. ولی آخه خب به نظر من این دختر سن چه کوچولو بوده، شاید عاشق از این چیزا بوده، دیواریا همین کوچولو. آره من فکر میکنم آره آخه یه گزارشی رو شما میبینید تی وی 3 گاهی اوقات میده، مثلا پسر 20 ساله میره تو یه پارکی رو نشون میده، البته نگفت چه پارکی، تو همین استکهلم
میرفت دنبال زنای چاق از 60 به بالا، پسر 22 سال. خانم اگه اون پسر سیاه پوسته نیست الان گرفتنش 92 ساله رو رفته تجاوز کرده. آره میگم بعضی واقعا مریضن. چرا اینجوری میکنن؟ منو ببخشید، من نباید این بگم، ولی من فکر میکنم یه چیزایی وجود داره. وگه نه آخه کبوتر باز کبوتر باز باباز نمیشه که بابا جان. حالا از این بحث عروسی و ازدواج اینا در بیایم، بریم سر یک اخبار علمی. ژاپنیا آدمای خیلی باوشین. شما تا حالا البته خب ما خیلی ها دیدیم، مثلا مجلس خودمون، هم مجلس جمهوری اسلامی، مجلس نمایندگان، اوکی اوکی، حالا میگم مجلس خفتگان دیدین باور که آقای آزادی اکثر همه خوابن مخصوصا بعد از نهار. بعدم یادتونش هم وقت پیش گزارش دادم که از بهترین مواد استفاده میکنن، بهترین چلو کبابا رو غذا رو اونجا آشپزخونه مجلس، روهای خونشون بالاست از بس کباب میخورن بعد بهترین غذا رو میدن اینا میخورن سیر، بعد وقت میام میشه اونجا چرت میزنن. ژاپنیا به فکر اینا بودن. یه اختراع جدید کردن، جالبه، میگه که ژاپنی‌ها یک عینک جدید درست کردن برای کسایی که اهل چرت زدن هستن، که چه در محل کار و چه بیرون، و نمیخوان افشا بشن و نمیخوان مثلا همش دیگران ببینن اینو چرت میزنن. این عینک جوری درست شده که یک تصویر از چشمان باز شما رو نشون میده و شما طرف به شما نگاه میکنه، فکر میکنه شما چشت باز و بیداری و هیچ مشکلی نیست. خورخورش آره خلاصه برجد، این یه خبر خوش برای مجلس، و من فکر میکنم آقای آزادی اولین کسی که قرارداد میبنده همین مجلس خودمونه، همین آقایون آخوند. تست هم شده برای اینا میفرستن. آره خلاصه دومین اخبار علمی که دارم براتون، میگه اگر قرص خواب میخواین کیوی بخورید. کیوی؟ بله. میگه اگر قرص خواب میخواین، میگم من هر دفعه هر چی میگم به مسئولیت خودتونه، ولی بچره اون دوستمون نشال بره 1 کیلو کیوی بخوره دل درد کنه زنگ بزنه. آره. گفتی که محققان تایوانی، حالا این اولین باره که من این محقق اتریشی و آمریکایی و فرانسه و اینا ولی تایوانیا. محقق تایوانیا تایوانی محققان تایوانی به این نتیجه رسیدن که اگر هر روز به مدت 4 هفته، نه که امشب بخوری بخوای بخوابی، 4 هفته زمان میبره تا بدن شما خودش آماده کنه برای این به اصطلاح که اون موادی که در کیوی هستش، به مدت 4 هفته پی در پی شبها 2 عدد کیوی میل کنید، از شر بیخوابی رها میشوید. اثراتی که کیوی روی شما میگذارد عبارتند از بیداری های نابهنگام در طول شب، در طول خواب را کاهش میدهد، کیفیت خواب را بالا میبرد، به طوری که صبح قبراق و سرحال بیدار میشی. راست میگه، من دیدم بعضی وقت آدم خوب مثلا خوابیده ولی صبح همیشه میبینی خسته ای، چون مثلا خوابت اون عمیق نبوده، اون خوابی که بدنت احتیاج داشته نبوده. میگه کیوی باعث میشه که شما صبح که از خواب پا میشین، حالا هر چقدر خوابیدین، اگه مثلا 6 ساعت خوابیدین ولی قبراق سرحال پاشین، مدت خواب را هم افزایش میده و بعد شبها احساس خوابالودگی ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی کیوی میخورین مثل که قرص خواب آور خوردین، بدنتون کرخت میشه، شروع میکنه آهسته آهسته آروم شدن و بعد میرین رخت خوابو میخوابین و صبح قبراقین، در طول شب هم از خواب بیدار نمیشید و بعد طول خواب، مدت خواب رو هم طولانی تر میکنه. یعنی مثلا این قرار بوده شما بعد 6 ساعت پا میشید، ممکنه کیوی به شما کمک کنه که 7 ساعت بخوابید. به هر جهت این تجربهش با خودتونه، حتما این کارو بکنید بعدم به ما بگین. 4 هفته ولی ها. بعد میگه که در این رابطه دانه کنجد، همین کنجدی که ما رو نونامون هم میزنیم یا توی بعضی از غذاها میخوریم، تخم کدو، شنبلیله، بادام، بادام هندی، فندق، اسفناج، تخم مرغ و شیر هم دارای این خواص هستند. با. حالا تا چه حدش رو من نمیدونم، ولی میگه زغال خوب هم بیاسن. آره در این اون که دیگه وحشتناک، در این به اصطلاح تحقیقاتی که کردن دیدن شباهت هست، ولی خب حالا این تایوانی ها فقط رو کیوی در چیز کردن. بله آقای آزادی، موزیکو بشنویم یا من یه متنی بخونم؟ نه میتونیم بشنویم. بله. شما بستگی داره شما. بله میشنویم. نه. دوست دور من، این را گفته بودم که در این نیم کره سرزمینی را میشناسم که با گرد اسارت چشمان مردمانش را کور کردند و اهالی بیدارش سر راه سکوت سقفی زدند، سقفی کوتاه‌تر از آنچه که باید قد میکشیدند، و در آن شهر مگس‌ها جای زنبوران به مردمانش عسل میرسانند، و این تکامل مگس‌ها نیست که شهد گل را میمکن، فقدان زنبوران است که در حسرت گل‌ها زیر خاک فراموشی دفن شدند.
دوست دور من، چشمان ما به این تاریکی خو گرفت و ما در این نیمکره به خواب رفتیم. نور و بیداری از آن شما. اگر روزی از نور خسته شدی، از ما هم به آفتاب بگو، شاید که نظری انداخت. تا بیداری فعلا شب بخیر. کجا اینو کی نوشته بود گفتین؟ یک نفر از درون میهن. درون میهن. بله. متاسفانه. تو پخ زدن. خیلیا که توی کارهای مدیا کار میکنن، یعنی منظورم دیداری و شنیداری هست، تو پخ میزنن. و برای خیلیا جالبه، برای خیلیا خسته کننده است، ولی یعنی شدنیه. چرا؟ چون ما انسانیم، آدم هستیم و به طبیعتاً دوچاره یه سری ممکنه تمرکز حواس نداشته باشه، ممکنه مسئله پیش باشه، ممکنه روز خوبی نبوده، به هر جهت خیلی دلال دست به دست نمیده. ولی یک گزارش رو میخوندم چند وقت پیش که در یکی از کانال‌های فرانسوی یک گوینده است که بسیار خیلی معروف، اسمش من متاسفانه نتونستم بنویسم، نمیدونم که، ولی خیلی یک خانم هست، در یک کانالی هست به نام کانال TF1 یا TF1 که بسیار ماهر اخبار میگه، تو برنامه مختلف هست. ایشون یک گویا یه اتوبوس چیز میشه، به اصطلاح تصادف میکنه. ایشون خبر اینجوری میخونه، میگه در بخش اخبار این حادثه اینجوری میگه که امروز یک تصادف به وقوع پیوست که 20 نفر در این تصادف فوت کردن که حال 3 تا از این 20 نفر خرابه. یعنی برای بیچاره اشتباه نوشتن دادن دستش بنده خدا، شاید هم مثلا حواسش نبوده، ولی خب 20 تا که مردن جیجو حالش خرابه. ولی منظور اینه که حتی اونایی که حرفه‌ای هستن، اونایی که سالها از تو این کار هستن، میتونن اشتباه کنن. بنابراین من اینو گفتم که از پیشاپیش از بابت خودم گفته باشم. مثلا مغز انسان مثل هر کامپیوتری میتونه هک کنه، به قول معروف چی ریپ بزنه. بالاخره آدم آره یه جایی استاپ میکنه دیگه، همیشه هر روز خوبی نیست، آدم ممکنه یه چیز حواس پرتی داشته باشه یا هر چی. به آلزایمر نرسه بقیه‌اش درست میشه. اونم که دارن دواشو پیدا کردن دقیقاً روی موشا الان اتفاقا دارم گزارشش رو گفتم، هفته دیگه اگه شد براتون بخونم. اوکی. 3 دیوانه رو میخوان امتحان کنن. 3 تا دیوانه بوده توی تیمارستان. پزشک اومده گفته بذار من اینا رو ببرم، احساس کرده اینا رو به بهبودین. گفته یه پرسش من از اینا میکنم ببینم چی جوریه، بعد آزادشون کنیم بره. اینا رو گروه گروه کردن، گروه این گروه 3 تا این پرسششون این بوده، اونا رو میبرن کنار یه استخر و بهشون میگن که بپر. اولی میپره و سرش میشکنه و دست پا خورد و هیچ، میفهمه که طرف دیوونه هست دیگه، یعنی هنوز هست، خوب نشده. دومی میره پاش میشکنه، دوباره باز آسیب جسمی میبینه و دکتر میگه نه اینم ببرین توی بخش، این باید هنوز بستری باشه. به سومی میگم بپر، نگاه میکنه میگه من شنا بلد نیستم. آها استخر خالی. میگه شنا بلد نیستم، میگه نه بابا سه تا رو ببرین تو بخش اینا حالا کار داره. خب در یه مهمونی، البته یه ذره به قول سویده تسکیگ مود خانوما، ولی خب یه ذره این میگم اینا فقط بحث برای خندیدن شوخیه، برای آقایون هم هست، روزای دیگه دارم که براشون چیز مطالبی هستش. اینا در یه شب یک مهمونی عده‌ای از زنان پرحرف دور هم جمع شده بودن و با صدای بلند حرف می‌زدن و می‌خندیدن. شوهران اون خانم‌ها که مشغول فوتبال، اونم چی فوتبال، تماشا کردن فوتبال بودن، از سر صدای و خنده این خانم‌ها به سطوح اومده بودن. اومدن نشستن فکر کردن آقا ما چی بگیم این خانم‌ها ساکت شن، چون ما هر دفعه صدای اینا انقدر زیاده نمی‌فهمیم مثلا گزارشگر چی میگه. خلاصه نشستن کلی با هم مشورت اینا کردن و به فکر افتادن. یکی از آقایون که خیلی زرنگ بود گفت ببینید من میدونم چیکار کنم که این خانم‌ها ساکت شن. گفت چی؟ گفت سعی کنی نگاه کنی. خلاصه آقا رفت توی اتاق که بسا کنار که خانم‌ها نشسته بودن و میگفتن و میخندیدن، گفت که من یه تقاضا دارم. همه خانم‌ها کنجکاوانه پرسیدن چیه؟ اون گفتش که یکی از خانم‌ها که از همه مسن‌تره یک داستان خوب برام تعریف کنه. فکر میکنی چی شد؟ هیچی تعریف نکردی دیگه، چون هیچ کس نمیخواستش بود از بقیه مسن‌تره. عجب کلکی راست میگه. سکوت وحشتناکی در اون اتاق حکم فرما شد. آقایون هم با خیال راحت نشستن بقیه فوتبال جنگه اگه بد جنسنی آقایون هم. آره خلاصه این هم چیزی جالبی بود، گفتم بد نیست که بشنوید. آره حالا یه متنی میخوام در مورد دروغ براتون بخونم. دروغ میگه کسی که دروغ نمیگه مرده است.
کسی که راست رو تبدیل به دروغ میکنه حقه بازه. کسی که چیزی رو به جز راست نمیگه یعنی راستگوه، اون بچه است. بچه ها هستن که کار میکنن. کسی که دروغ میگه و دروغ خودش هم خودش باور میکنه، اون یک شخص متکبر و دروغگوه. کسی که دروغ را به شکل باور نکردنی راست جلوه میده سیاست مداره. کسی که راست میگه ولی مردم اونو دروغ میپندارن اون دیوانه است. چون دیوانه همیشه راستشو میگه، ولی چون دیوانه است همه میگن دیوانه است، قبول نمیکنن ازش. کسی که دروغ میگه برای پول به دست آوردن کاسبه، یا چه من بیزنسه یا هرچی. کسی که به همه دروغ میگه ولی از دروغ خودش یک دروغ دیگه میسازه و سعی میکنه راست جلوه بده، اون کیه؟ آخوند. این آره، این دیگه زد، دیگه رفت و آخر خط دیگه، اصلا بالاتر سیاهی رنگی نیست. آخونده چیکار میکنی داره دیگه بگی؟ کسی که به همه دروغ میگه و از دروغ خودش یه دروغ دیگه درست میکنه و سعی میکنه راست جلوش بده، اون کسی نیست به جز یک آخوند. بله. خب بریم سر، من که فکر میکنم تا 45 دقیقه وقت دارم، درسته؟ آره دیگه، شما هر موقع بخواید دیگه چیز میکنم. زن زراح موزیک آخر آره. بعدم بریم دیگه. بله، یک داستانی من خواهم براتون بخونم، یه داستان که این مطلبه. من همیشه هدف دارم، چون برنامه داستان شب نیست، ولی یه هدفی دارم، اینه میسپارم به خودتون، هیچ نوع کامنتاری نمیدم، خودتون فکر کنید آیا جز گروه این یکی همکارین یا اون یکی، و بعد آیا به نظر شما کدوم درسته، باز به خودتون مربوطه، ولی من نظرم اینه، به قول سوئدی لاگوم بست. بعد از سالها هنوز هم وقتی قبض حقوق را میبینم بیاد ویلیام همکارم میفتم. او شخص جالبی و نه شاید بهتره که بگم شخص الخی و بی خودی بود. هر ما که حقوق خودشو میگرفت بسیار شاد میشد و شروع به کشیدن سیگارهای گرون میکرد، مشروب میخورد و خلاصه این قضیه دو هفته یا بهتر بگم نصف از ماه طول میکشید که ویلیام با این پولی که میگرفت 15 روزشو حال میکرد و مشروب میخورد، سیگارای گرون میخرید، رستوران میرفت، خلاصه حالی میکرد. 15 روز بعد ما رو با سختی و یا بهتر بگم با گدایی زندگی میکرد. یه روز نشستم و با او صحبت کردم و به عقیده خودم سعی کردم که نصیحتش کنم و ازش بپرسم این چه وضع زندگی کردنه. خب این چه وضعیه که تو 15 روز اینقدر خرج میکنی و عشق و حال میکنی، 15 روز رو با این وضعیت طی میکنیم؟ و با لحن بد و تا حدی بی احترامانه با او صحبت کردم. او با خون سردی کامل به من نگاه کرد و گفت خب نظر تو درست، ولی من یه پرسش از تو دارم. ویلیام به این دوستش میگه آیا تو تا به حال به یک رستوران خوب رفتی؟ آیا تا به حال به پاریس رفتی؟ آیا تا به حال یک مشروب خوب و خوشمزه گرون قیمت خوردی؟ آیا تا به حال یک سیگار برگ کشیدی؟ و باید بگم که جواب من برای تمام این پرسش ها فقط نه، نه، نه بود. او سیگار برگی به من تعارف کرد و با نگاهی عمیق به سمت من جمله گفت که هرگز فراموش نمی کنم. جمله این بود: میدونی تا کی زنده ای؟ گفتم نه. گفت حداقل سعی کن نصف ما رو زندگی کنی. حالا البته در دوران مجردی دیگه، به هر جهت، حالا نه به این شوری، ولی نه راست میگه، نه راست میگه. بابا من خیلی رو دیدم اینجوری زندگی میکنن و یعنی قشنگ درست اون اولی که حقوقشون رو میگیرن رستورانشون رو میرن، اول دیدن یه ذره مواد غذایی اینو تو خونه میخرن، کرایه خونه اینا رو میدن، بعد قشنگ رستوراناشون رو میرن، پول مسافرتشون هم کنار میذارن، باقی ماهو دقیقاً. آره یه ذره مشکل دارن دیگه، ولی من دیدم. میگم من خودم همیشه عقیده‌م اینه تعادل، اما واقعا یه آدم بیا سنی میرسه ببینه از چند وقت پیش بودی رستوران رفتی، چند وقت پیش بود حالا تو خونه خودت، من میگم هر رستوران سی، یه کاری که خوشحالت بکنی، یه کاری که بدونی داری زندگی میکنی، این که پاشی بری سر کار بیای بپزی، این باشم جمع کنی استفاده هم نکنی تو بعدیام بخونی. من باور که آقای آزادی از یک طایفه بسیار بزرگ میام و مورد زیاد دیدم که
افرادی بودن پول جمع کردن، دخترها سهم خودشون بردن، پسرها سهم، بعد استفاده کردن، لذت بردن، خوش گذرن. این پدر و مادر، مخصوصا پدر که این پولا رو جمع کرده بود و مرد بسیار خسیس و بسیار سختگیری بود، آخه چی شد؟ به نظر من میگم من تعادل رو دوست دارم تو زندگیم، همیشه هم به فرزندانم اینو گفتم. اما نه خانم، بعضی اصلا نمیتونن استفاده کنن، یعنی اصلا دستشون نمیره، مثلا فکری آمادگیش ندارم. ولی باور کنید زندگی به همین کوتاهی که این برنامه یک ساعت طول میکشه، که من باورم میشه گاهی اوقات همش به ساعت کنار آقای آزادی نگاه میکنم واقعا ساعت درسته، ولی واقعا زندگی به همین راحتی و سریع میگذره. سعی کنید تا هستین لذت ببرین در کنار خودتون، خانوادتون. آقای آزادی موزیکو بشنویم و بله این آخرین سخنانم بگیم و بریم تا هفته آینده. وقتی از آدمی بت میسازی، همه رفتارات تبدیل به عبادت میشه و این بزرگترین خیانت به خودته، چون تو اون بت ساختی. اگر به دنبال کسی هستی که هیچ ایرادی نداشته باشه، تنها خواهی موند، چون ما همه انسان های ایرادی داریم. سعی راهی پیدا کنی که بتونی با اون شخص کنار بیایی. برای کسی که رفتنیه راهو باز کن، چون ایستادن و منتظر ماندن ابلهانه ترین کار دل توه. صادق هدایتی حرف خیلی خوب میزنه، یعنی زد. گاهی آدمی در 20 سالگی میمیره ولی در 70 سالگی به خاک سپرده میشه. دقیقاً مریکان. سعی کن اونجوری نباشی. سازشکار. دیدین وقتی میرین حاج آقا چاکرم، حاج آقا بعد خلاصه. سازشکار به مانند کسی است که به تمساح غذا میده با این امید که خودش آخر از همه خورده بشه. آفرین. نکنید. راست میگه. راست میگه. برکت چه حرف قشنگ. چاپلوس ها تنها همانند یا شبیه دوست هستند. یادتون باشه. همونطوری که گرگا به سگا شبیه هن. اشتباه نکنید. برکت. امید دارویی است که شفا نمیده اما درد رو قابل تحمل میکنه، پس امید رو از کسی نگیرید. و در نهایت آن که حقیقت را نمیداند نادان است، آن که حقیقت را میداند و انکار میکند تبهکار است. بله، با تشکر از آقای آزادی و همه شما عزیزان تا هفته آینده شاد و تندرست باشید. امیدوارم هستم که همیشه در زندگیتون موفق و پیروز باشید و بتونیم که همیشه شما رو به عنوان یکی از همکاران خوب خودم در کنار خودمون داشته باشیم. سپاسگزارم از شما. پیروز باشید. خدا نگهدار.